بریم یک بار برای همیشه ساختار زمانهای کامل رو یاد بگیریم. برای اینکه زمان کامل یا پرفکت تنس رو برای همیشه یاد بگیریم، به یک کدینگ مادر که پای کدینگمون میشه نیاز داریم و اونم اینه: در کامل ها رابطه عالیه. با این کدینگ بعدن هم زیاد کار خواهیم داشت. کامل ها همون زمان های پرفکت هستند و منظور از رابطه عالیه همون رابطه پرفکت هست که دوتا چیز با هم دیگه خیلی فیکس هستند و ما رابطه دوتا چیز رو در نظر میگیریم. خانواده هاو که شامل هاو هز هد میشه با شکل سوم فعل. پس وقتی میگم رابطه عالیه یعنی در زمان پرفکت و اونی که مد نظر ماست حال و گذشته و آینده پرفکت هست، یعنی استمراری رو هنوز کار نداریم، که هاو و شکل سوم فعل با هم دیگه فیکس هستند. گفتم که اساس کدینگ خودمون رو رابطه ها عالیه در نظر میگیریم که همون منظورمون رابطه پرفکت هست، رابطه هاو هز هد با شکل سوم فعل، و اون رو با زمانهای فقط حال و ماضی و آینده پرفکت در نظر میگیریم، یعنی با شکل استمراری هنوز کار نداریم. تا اینجا اگه اینا رو حفظ کنیم، برای استمراری کردن و شکل مسئول این ستا فقط کافی یک تا بین به وسط رابطه هاو و شکل سوم افعال اضافه کنیم. اونی که به دست میاد هاو هز هد به اضافه بین به اضافه شکل سوم افعال میشه، که اینو یه فیلم قبلا توضیح داده بودم واسه ماضی بعید یا پست پرفکت چجوری یادون بمونه که همگی هد میگیرند، واسه حال کامل هم که مثل زمان حال در نظر میگیریم هاو هز سوم شخص هز میگیره، و واسه آینده کامل هم همگی هاو میگیرند. حالا فقط کافیه این ساختار رو وارد حالت استمراری و حالت مسئول کنی. برای حالت استمراری تنها نکته ای که باید دقت کنیم این که افعال 100% ing میگیره. پس اون ساختار بالاییمون have یا has had به اضافه بین به اضافه شکل سوم فعل رو تبدیل به شکل ing فعل میکنیم، و برای ساختار مجهول هم همین قاعده پای رو که به اضافه بین کردیم جاگذاری میکنیم. حالا ساختار مسئول چند تا تکنیک دیگه هم داره، در آینده واسهتون میذارم. و اینکه در حالت مسئول همیشه شکل سوم افعال استفاده میشه، که اونم فیلم های دیگه چند تا کدینگ واسهتون میگم. یه بار دیگه بحثو با هم دیگه مرور میکنیم. کدینگ پایه رو در کامل ها رابطه عالیه در نظر میگیریم، که این کدینگ فقط برای حال و گذشته و آینده کامل هست، و برای اینکه حالت استمراری کامل اینا رو بسازیم به همراه حالت مسئول این ستا رو، این استمراری و مسئول رو یک لیول بالاتر میدونیم. به همین خاطر یه دونه بین به وسط رابطه هاو به اضافه شکل سوم افعال اضافه میکنیم، و بعد از اون وقتی که وارد حالت استمراریش کردیم شکل افعال 100% باید ing بگیره، و شکل مسئول هم 100% حالت سوم فعل هست. در فیلم های بعدی هم بیشتر به این موضوع میپردازیم.